با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و برنامه آن سوی خبر واژه داووس حتما به گوشتون خورده شهری و اجتماعی که همه ساله بزرگترین کارشناسان اقتصادی جهان گهگاه رهبران و سران بعضی از کشورها بانکدارهای بزرگ در آن جمع میشن تا در رابطه با اداره اقتصاد جهان با هم سخن بگویند این نکته قابل توجه است که معمولا کسانی را که به آنجا دعوت میکنند باید آدم هایی باشند که در عرصه برومللی حرفی برای گفتن داشته باشند آقای احمدی نژاد به داوس رفت آقای خاتمی به داوس رفت حالا آقای روحانی رفته است سخنان آقای روحانی طبیعتا سخنان مردی کاردان و سیاستمداری با دانش بود که هم ویژگی های حکومت خود را می شناسد و هم جهان را اما آقای روحانی از یک چیز قافل است همه آنچه را که او در سخنرانی خود در داوس عنوان کرد در تعارض مطلق با همان چیزی است که ده روز قبل در اهواز مدعی شد که عزت و شرف ایران اوست و اشاره کرد که مردم در واقع به او رأی را داده بودند نه به آقای روحانی چون آقای روحانی 16 سال نماینده او و دبیر شورای عالی امنیت بود منظورم را خوب فهمیدید ولی فقیه را میگویم آقای روحانی میگوید به دنبال تعامل سازنده با جامعه جهانی هستم آقای علی خامنه‌ای بیست و اندی سال است با تعامل مخرب با جهان سخن گفته است نمادهایی از این تعامل را در یمن، در عراق، در لبنان، در سوریه، در بحرین، در پاکستان، در افغانستان مشاهده کردیم. آقای روحانی در مجمع اقتصادی داووس در سوئیس گفت با اجرایی شدن توافقنامه موقت اتمی روابط با اروپا عادی خواهد شد. عادی نه حسنی. ایشان به توافق نامه اتمی با شش قدرت جهانی اشاره کرد و گفت یکی از اولویت های نظری و عملی دولت من تعامل سازنده با جهان است او در مورد کنفرانس صلح سوریه که همکنون در مونترو در جای دیگری در سوئیس در جریان است گفت بهترین راه پایان دادن به بحران این کشور برگزاری انتخابات است او هشدار داد که قرب نمیتواند یک راه حل سیاسی به همسایه و متحد تهران تعمیل کند انتخابات آزاد با حضور بشار اسد خاندان اسد معنای انتخابات آزاد را می دانند همگاه 98 ممیز 9 درصد آرا را به دست آوردند گاهی اوقات بشار اسد پدر 99 درصد را به دست می آورد. آن یک درصد را هم می گفتند مجنونن و بهتر است به آسایشگاه زندان دمشق برود آقای روحانی میگوید هیچ طرف و قدرت خارجی نباید به جای سوریه و مردمش تصمیم بگیرند ولی یه فقیه چه؟ او که تصمیم میگیرد نیرو میفرستد مزدوران حزب اللهی و عراقی و یمنی و بعضا افغان خود را به سوریه فرستاده است تا از رژیم جنایتکار بشار اسد حمایت کنه آقای روحانی سخنانی گفته است که در مجموع لبخند به لب خیلی ها آورده است از جمله ایشان خواستار برقراری ارتباط با ایالات متحده هستند میخوان روابط عادی داشته باشند آقای خامنه ای گفته بود روزی که آمریکایی ها به تهران بازگردند من باید چمدانم را ببندم و بروم در یکی از روستاهای مشهد قایم شدم چون به هر حال اگر قرار باشد به پرونده ای رسیدگی شود پرونده ایشان زخیم و عریض است اما جهان جهان مسلح است جهان شرافت و زمیر که نیست بر شارست این همه آدم کشته است نمایندگانش در مونترو در ژنو مشغول گفتگو هستند آقای حسین فدایی معرف حضورتون هستند دبیر کل جمعیت ای یکی از چهرهای امنیتی و سرکوبگر و کسی که در کشتار مردم و در سرکوبی مردم دست داشته و خب رژیم هم به او مقام داده. گفتن که علی خامنهای به لحاظ شرعی، عقلی، عرفی، قانونی و بین المللی شاخص اعتدال است و فرد دیگری نمیتواند بگوید من شاخص اعتدال هستم معنی اعتدال رو هم فهمیدیم اگر در روحانیون دنبال اعتدال گرامی گشتید زندیاد مرحوم آیت الله شریعت مداری معتدل بود مرحوم آجاق احمد خونساری معتدل بود امام موسا صدر معتدل بود فدایی در گفتگو با خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران گفته آقای اکبر هاشمی رفسنجانی سیاست کاره احمدی نجات چی؟ لچباز یک تنده، ناطق نوری چی که بازرس ویژه آقا بود؟ نه فردی که نخواست بازوی رهبر باشد درباره آقای دکتر علی اکبر ولایتی چه میگویید مردی با 57 شغل مشاور امور بین آقای خامنه ای کبیر المستشارین تو زبان عربی بهش میگن بزرگ مستشار عرصه سیاست داخلی را خوب تشخیص نمیدن آقای متحری چی فرزند مرحوم آیت الله متحری استاد آقای خامنه ای رئیس اول شورای انقلاب نخیر ایشان فردی بی ربط به مرتضی متحری آقای مهندس میروسین موسوی چی آقای فدایی که شما زمانی که نخست وزیر بود رو زمین دلا می شدید و زمین ادب رو میپوشید می جلوش فتنگر مفسد و فل ارز رو بیرم بگم که شیخ بی کفایت و مفسد و فل ارز است تکلیف دو تن از رهبران انقلاب روشن شد دبیرکل جمعیت ایثار در برای آقای رضایی هم میگه چقدر خوب بود نماد رزمندگان و جنگ میمان یعنی نمیرفت درس بخونه نمیرفت دکترهای اقتصاد بگیره به اندازه همین آقا عقل و دانشش میرسید این فعال سیاسی محافظ کار در باره محمد خاتمی گفته که قوره نشده مویز شده یعنی از بی کسی اصلاحات شد رهبر اصلاحات دولت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با شعار تدبیر و اعتدال توانست بر سایر رقبای خود پیروز شود با این حال اکنون محافظ کاران تندرو آقای خامنه ای را شاخص این شعار معرفی می کنند. مردی که در یک ماه 120 نفر را اعدام کرد حامیان رهبر جمهوری اسلامی همچون حسین فدایی سالهاست تلاش می کنند همه افراد و جریان های سیاسی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی را زیل عبای آقا تعریف و محدود آقای کت خدایی رو خوب میشناختید معاون اجرایی سابق شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان و کسی که به حال همیشه در صحنه بود با آقای جنتی هم زیاد با هم رفاقت نداشتن یکی از دلایل کنار گذاشتنش هم همین بود با این همه حالا که کنار رفته دستمالی به بزرگی قامت آقای جنتی درآورده و گفته او فردی قانونمند بیطرف. و صاحب استقلال رای است استقلال رای تا همین حد که یادمون باشه 6 هزار رای رو در انتخابات دوره ششم باطل کرده بود آقا فرمان دادن آرا دوباره سر جایش بازگشت. آقای کت در جلسه تودی خود به عنوان معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان شهادت داد که احمد جنتی در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی کاملا بیطرف عمل می کند و توجهش فقط به قوانین و مقررات است. او با وجود انتقادهای بسیاری که از عملکرد شورای نگهبان به خصوص احمد جنتی داشت از این شورا دفاع کرد و به نقل از علی خامنهای گفت جنتی نعمت بی بدیل الهی است فکر کنید آقای خامنهای جنتی رو نعمت بی بدیل الهی بدونه واقعا بی بدیل هم هست چون شما نظیر این آدم چجوری میتونید پیدا کنید دادستانی ایالت کنتیکت آمریکا آقای مزفر خزایی با تابعیت دوگانه ایرانی و امریکایی را رسما به تلاش برای فرستادن اسرار مربوط به ساخت جنگنده های F-35 به تهران متهم کرده به گزارش خبرگزاری رویتر مزفر خزایی به دو مورد نقل و انتقال اموال مسروقه و حقبازی متهم شده است آقای مزفر خزایی که پیمانکار سابق نظامی بوده متهم شده که قصد داشته محموله حاوی اسناد و طرحهای حساس ساخت هواپیمای بمب افکن اف 35 را با عنوان وسایل خانگی به ایران بفرستد بر اساس گزارش ها محمد خزایی نهم ژانویه دو هفته پیش در فرودگاه نیوجرسی در حالی که قصد داشت با آلمان پرواز کند و از آنجا به ایران برود بازداشت شد یک وقتی عکسایی که تو صفحه حوادث روزنامه مینداختن از متهمان حالا شده تصادف کرده یا کار دیگه کرد یا جنایت کرده یک کاغذ هم میگرفتن دستشون یه تابلو که شماره روش نوشته بود اسمشون اگر آلندلون هم بود تو اون دوربینی که ازش عکس میگرفتن تبدیل به یه می میشد که بیچاره مثلا اتومبیلش تصادف کرد و زده بود به تیر چراغ برق شما نگاه میکردید میگفتید 100 درصد کاره. این آقای خزایی هم چه تصویری ازش دادن معلوم شد در امریکا هم از این کارا با تصویر میکنه منابع خبری جمهوری اسلامی گزارش دادن جنازه یک شهروند ایرانی که در درگیری های نظامی سوریه جان خود را از دست داد یعنی جانش را از دست داد برای هیچ در تبریز تشریح شده است خبرگزاری فارس گفته که مراسم تشریح جنازه محمود رضا بیزایی که این آقا سرتیپ سپاه پاسداران بوده سپاه قدس با تشریفات کامل نظامی و حضور تعدادی از مقامات و مردم تبریز از جمله امام جمعه موقت برگزار شد خبرگزاری فارس در مورد نحوه کشته شدن این شهروند 32 ساله نوشته که او برای دفاع از حرم حضرت زینب در برابر حد که حرمت گروه های صهیونیستی و وهابی به سوریه رفته بود و روز یکشنبه 29 دی به دست اون کشته شد تصاویری که از محمود رضا بیزایی در برخی سایت ها منتشر شده او را در لباس نظامی و در کنار تجهیزات رزمی نشان میدهد جمهوری اسلامی همواره گفته است که ما نیرو تجهیزات به سوریه نفرستادیم مشاور فرستادیم پول میدیم یه نکته مهمی رو براتون بگم حضور جمهوری اسلامی در سوریه حضوری است که به بقای رژیم اسد کمک کرد بنابراین جمهوری اسلامی همونطور که در همین جنه هم و مطرح شد در لحظه لحظه جنایات بشار اسد و افرادی که در اونجا کشته میشن به قول مرحوم آیت الله حاج آقا حسن قمی قومی به قعر جهنم خواهند رفت اینا از حرم از زینب دفاع نمی کنن 1300 سال حرم از زینب اونجا هست مغل ها آمدن تاتار ها آمدن از قرب و شرق آمدن کسی به حرم کاری ندارد این حقه بازی رژیم جمهوری ولایت فقیه و حزب که برای توجیه حضور خودشون از حضرت زینب بایه میگذارند همانطور که آشورا رو وسیله میکنن برای کلاشی و دروغ فروشی در باره آقای روحانی هم که گفتم براتون ایشون رفتن به داوس و صحبتاشون هم که بررسی کردیم و شنیدیم خب حالا در همون جنوی که ما آقای روحانی رو در یک گوشش میبینیم در سوی دیگر کنفرانس ژنو دو اپوزیسیون سوریه نمایندگان دولت سوریه و همینطور نمایندگان چندین کشور شاید بیش از 34 کشور که ایالات متحده فرانسه روسیه بریتانیا آلمان اینا هم همه حضور دارند عربستان سعودی اردن بحرین مصر و کشورهای دیگری هم هستن در این کنفرانس در طول روز گذشته و امروز حرف هایی که عنوان شد بسیار جالب بود حرف این بود که بشار اسد جایی در آینده سوریه نخواهد داشت و جایی نداره بشار اسد باید برود آقای جانکری خیلی سریح گفت بشار اسد جایی ندارد آقای معلم عصبانی شد به چه حقی به رئیس جمهوری من این حرفا رو میزنی و چون این سخن میگوید در این گزارشی داریم که توجه شما را به اون جلب میکنم کنفرانس ژنو دو روز چهارشنبه دوم بهمن ماه با سخنرانی دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز شد بانکیمون از دو طرف درگیر در سوریه خواست به توافقی فراگیر بر سر تشکیل دولتی انتقالی بر پایه توافقات کنفرانس ژنو یک دست یابند در همین حال احمد جربا رئیس اطلاف ملی اپوزیسیون سوریه جنایت های نظام سوریه که به تازگی قسمتی از شکنجه های صنعتی و سیستماتیک زندان های اسد فاش شد را با جنایت های اردوگاه نازی ها در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. جربا همچنین از هیئت نمایندگی دولت سوریه خواست به هیئتی ملی تبدیل شود، و سند ژنو یک را امضا کند و در انتقال اختیارات بشار اسد به شورای حاکمیت انتقالی مشارکت کند شورایی که به گفته او سنگ بنای سوریه جدید خواهد بود اما ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه مخالفان نظام اسد را خائن و مزدور خارجی خواند و از کشورهای خارجی خواست دست از حمایت تروریسم بردارند وی افسود هر آنچه لازم باشد و با هر روشی که مناسب ببینیم برای دفاع از خود انجام خواهیم داد بدون اینکه به فریادها، ها و قطنامه ها توجه کنیم. او با بیان اینکه هیچ کس جز خود سوری ها حق ندارند به رئیس جمهور یا دولت سوریه مشروعیت دهند یا آن را سلب کند گفته است توافقات کنفرانس در سوریه به هم‌پرسی گذاشته خواهد شد. از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در سخنانی گفت بشار اسد مشروعیت خود را از دست داده و اسد نمیتواند در دولت انتقالی حضور داشته باشد و تاکید کرد در سایه بقای بشار اسد در قدرت نمیتوان صلح را در سوریه محقق کرد جان کری همچنین درباره پس گرفته شدن دعوت از ایران گفت ایران تصمیم گرفت برای حل بحران سوریه همکاری نکند و در عین حال تاکید کرد به طور حتم ایران توانایی این را دارد که مفید باشد و نقشی فعال داشته باشد و ایران همچنان فرصت پیوستن به مذاکرات بین المللی صلح سوریه را دارد اما سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر ضرورت دخالت نکردن طرفهای خارجی در امور داخلی سوریه گفت ایران باید بخشی از مذاکرات بین المللی درباره بحران سوریه باشد لاوروف پیشتر باز گرفتن دعوت از ایران برای حضور در کنفرانس بین المللی صلح سوریه را اشتباهی بزرگ توصیف کرده بود. اخزر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه هم اعلام کرد دولت و مخالفان سوری آماده برقراری آتش در برخی مناطق هستند. در حالی که بانکیمون روز یکشنبه 29 دی از ایران برای شرکت در این اجلاس دعوت کرد دعوت خود را کمتر از 24 ساعت پس گرفت. اعتلاف ملی اپوزیسیونی سوریه تهدید کرده بود در صورت عدم لغو دعوتنامه ایران در این مذاکرات بین المللی صلح شرکت نخواهد کرد. همچنین آمریکا بر موافقت علنی ایران با توافقنامه کنفرانس ژنو یک اصرار کرد. لغو دعوت از ایران برای شرکت در مذاکرات ژنو دو واکنش منفی مقام های جمهوری اسلامی را برانگیخت. علاوه بر انتقاد وزارت امور خارجه ایران نمایندگان مجلس و برخی فرماندهان سپاه نیز حملات تندی متوجه این اجلاس کرده و نتایج آن را بیفایده خواندند مراجع تقلید قوم همچون ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی نیز به غیبت تهران در این اجلاس واکنش نشان داده و به نوبه خود به این نشست تاختند حسن روحانی نیز پیش از سفر به داوس سوئیس گفت در نشست ژنف دو حامیان تروریست ها حضور دارند آقای روحانی همچنین در مورد نتیجه این اجلاس ابراز ناامیدی کرد در همین حال بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه بار دیگر از پس گرفتن دعوتش از ایران دفاع کرد و گفت ایران از پذیرفتن هدف اصلی این اجلاس که تشکیل دولت انتقالی در سوریه از خودداری کرده و سخنان مقام های ایران پس از ارسال دعوت او به هیچ وجه با این هدف منطبق نبوده است. روز چهارشنبه دوم بهمن ماه جلسه بررسی راههای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه با شرکت نمایندگان حدود چهل کشور و سازمان جهانی از جمله وزیران خارجه قدرت جهانی و نمایندگان دولت سوریه و مخالفان کار خود را آغاز کرد. این اولین بار از زمان آغاز اعتراضات سیاسی در سوریه در مارس 2011 است که نمایندگان دولت و مخالفان حکومت آن کشور در یک نشست مشترک حضور پیدا می کنند. رهبران احزاب مخالف دولت اوکراین پس از مذاکراتی که با آقای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری داشتن بهش 24 ساعت مهلت دادن تا خواستهای آنها را بپذیرند ویتالی کلیچکو از رهبران مخالفان خطاب به تجمع کنندگان در میدان مرکزی شهر گفت اگر رئیس جمهوری درخواست آنها را برای اعلام انتخابات زودتر از موعد تا اصل پنجشنبه نپذیرد خواستار شدت یافتن اجتماعات و تظاهرات خواهند شد او همچنین از معترضان خواست از درگیری با پلیس خودداری کنند. اعتراض ها در اوکراین سه ماه پیش آغاز شد وضع قوانین جدیدی برای محدود کردن تجمعات در هفته گذشته در پارلمان این کشور سبب شد که تظاهرات دوباره برپا شود فراموش نکنیم که مردم اوکراین علاقه مندن جزئی از اتحادیه اروپا باشند. روس ها به هیچ وجه نمیخوان اوکراین رو از دست بدن با توجه به اینکه ساحلی که در اوکراین هست برای ناوگان روسیه بسیار با اهمیته و به همین دلیل است که میبینیم روس ها به هر قیمت شده میخواهند اوکراین رو در دست داشته باشند و بنابراین باید توجه کرد که تظاهراتی که مردم دارند شامل چند خواست میشه یه خواست پیوستن به اروپا اروپاست و خواست دیگر این است که رئیس جمهوری انتخابات رو زودتر برگزار بکنه وضع مردم از نظر اقتصادی وضع خوبی نیست وعده هایی که رئیس جمهوری در موقع انتخابش داد دستگیری خانم تیموشنکو که نخست وزیر بود و به زندان انداختنش همه و همه تأثیر بسیاری در فضای سیاسی این کشور که میخواهد به دموکراسی نوپای خود ریشه دهد باعث این رویدادها و اوضاع شده. اراق هم وضع خوبی ندارد. مدتی است که آقای نوری المالکی به بهانه رویارویی با گروه داعش دولت اسلامی در عراق و شام به استان انبار لشکرکشی کرده. نخست مردمی رو که متحسن شده بودن در هم کوفت و بعد ادعا کرد که در برابر شبه نظامیان وابسته به القاعده مقاومت خواهد کرد و ارتش رو به اونجا اعزام کرد ارتشی که از آن به با عنوان ارتش مالکی یاد میکنه در درون شهرهای استان علمبار مشاهده میکنیم مثلا در فلوجه نیروهای داعش یا تروریست های بنیادگرا بخش هایی از شهر رو در اختیار دارند. نیروهای معروف به صحوه نیروهایی که از اشایر تشکیل شد با اونها درگیری در حال درگیری هستند نیروهای القاعده بخشهایی از شهر فلوجه و رمادی رو هم در تصرف دارن در همین حال دیپلومات از دولت بغداد خواستند تا برای قطع حمایت از شپ نظامیان هر هرچه سریعتر روند آشتی و مساله سیاسی رو در پیش بگیرند. دولت امریکا نیز پیامی داده بود خود آقای باراک اوباما با آقای مالکی که باید اشایر وارد نیروهای دولتی و امنیتی بشوند و نقش مؤثری داشته باشند تجربه صحوه برای آمریکایی‌ها بسیار تجربه موفقی بود یادمان هست در سال 2010 نیروهای صحوه عملا موفق شده بودند القاعده رو از شمال اراق و شمال غربی برانند از ماه دسامبر تا کنون بخشهایی از این کشورهای عراق و سوریه در تصرف نیروهای القاعده قرار گرفته عملیات نیروهای امنیتی و ارتش عراق به همراه قبایل متحد با دولت بغداد بر ضد شبه نظامی القاعده از روز امروز که چهارشنبه بود در ابعاد گسترده تری ادامه پیدا کرد اما به هر حال این آقای مالکی است که میخواهد زمینه های بقای خود رو فراهم کنه اتحادیه قضات و وکلای ترکیه تصمیم گرفته که ده قاضی و وکیل دادگستری رو مجبور به تغییر محل خدمت خود کنه به گزارش دویچه وله گفته شده است که انتصاب های هفته گذشته در این اتحادیه اتحادیه را به مرکز نفوذ نیروهای نزدیک به آقای رجب طیب اردوگان نخست وزیر مبدل کرده است آقایی که مدعی بود نماد دموکراسی اسلامی کرواتی است در همین حال پارلمان ترکیه در حال حاضر سرگرم مذاکره درباره پیشنویس لایحی است که از سوی دولت ارائه شده و این قانون از نگاه منتقدان اختیارات کانون وکلای ترکیه به مراتب میگویند این اختیارات بیشتر از وزارت دادگستری خواهد ناسیونالیست های ترکیه معتقدند که تصویب این قانون موجب سلب استقلال دستگاه قضایی و کنترل آن توسط دولت می شود بلایی که در جمهوری ولایت بر سر قوه قضایی آمد نخست وزیر ترکیه تاکید کرده که پلیس و دادگستری این کشور او را به موقع از دامنه فساد مالی آگاه نکرده. خواب بودن مثل اینکه آقای فتولا گولن رهبر جنبش خدمت نفوذ زیادی روی پلیس و دادگستری ترکیه دارد قبلا ایشون معلم آقای اردوگان بود اردوگان از تحرکات احتمالی این دو نهاد برای سقوط خود بیمناک است اشاره کردم به نشست ژنو دو در شهر مونتروی سوئیس و تدابیر امنیتی عجیب و غریبی که در اونجا برپا شده بود خیلی جالب بود امروز نگاه میکردم وقتی آقای اخسر ابراهیمی نماینده دبیر کل در آشتی سوریه وقتی قراره که فردا با نمایندگان دولت و نمایندگان اپوزیسیون گفتگوهای جداگانه ای داشته باشه دو اتاق روبروی هم رو قرار دادن صندلی ها در اونجاست ایشون بین این دو اتاق در رفت آمد با توجه به کهولت سن و بیماری های آقای لخسر ابراهیمی فردا برای او روز سختی خواهد بود گزارشی داریم از همکار عزیزمون محمد رضا شاهید که توجه شما را به اون جلب میکنه همانطور که در خبرها شنیده اید آقای بانکیمون میزبان های مشهور به دول دوستانه سوریه بود در شهر مونترو تا روز جمعه کنفرانس اصلی مشهور به ژنو دو آغاز بشود آقای بانکیمون در سخنان خود خطاب به هیئت های حاضر گفت که مردم سوریه چشم به شما دوختند و آقای فابیوس هم در سخنان خودش پیشنهاد کرد در سخنان افتتاحیه در واقع که یک دالان امدادرسانی غذایی و دارویی برای مردم سوریه فراهم بشود چرا که دولت بشار اسد شهر حلب و چند شهر مخالفین رو محاصره غذایی کرده و بسیاری جان خودشون رو به دلیل کمبود مواد غذایی از دست دادند. سخنان آقای جانکری بیشتر نمایندگان دولت سوریه رو مورد خطاب قرار داد و اینکه آقای بشار اسد نمیتواند در قدرت بمونه. آقای ولید معلم پاسخ داد که آقای کری هیچ کسی نمیتونه وجود رئیس جمهور رو در این لحظه در سوریه منکر بشه میدونید که آقای بشار اسد بعد از سی سال جمهوری موروسی پدرش در سی سال یک بار در 2001 یک بار در 2007 به عنوان رئیس جمهور بدون رقیب های دیگر انتخاب شد و حالا مدعی است در مصاحبه که با خبرگزاری فرانسه داشته باز هم در خرداد 2014 خودش رو نامزد خواهد کرد البته این مصاحبه که با خبرگزاری فرانسه انجام شد سه سوال اولش رو فیلم برداری کردن و تلویزیون پخش کرد جالب است که از کنفرانس و سخنان مخالفین از جمله احمد جربارا هم تلویزیون دولتی سوریه پخش کرد با عنوان خائنین به مردم سوریه آخرین مطلبی رو هم که شاید لازم باشد در همین لحظه بگوییم این است که بسیاری معتقدند امید چندان و فوری نباید به نتیجه کنفرانس داشت اما یک نکته هم نباید فراموش بشود و اون اینکه قیبت جمهوری اسلامی ایران مانعی برای موفقیت این نشست نیست اما پرسش این است چگونه استاد روسیه حاضر بود اما شاگرد جمهوری اسلامی ایران قایب پاریس تلویزیون ایران فردا نایب رئیس مجلس ششم با اشاره به انتقادات مجلس از دولت حسن روحانی و با بیان اینکه باید قواعد بازی را بپذیریم گفت که دولت روحانی نباید کوتاه بیاید آقای دکتر محمد رزا خاتمی برادر رئیس جمهوری پیشین ایران و زمانی دبیر کل حزب مشارکت در گفتگو با آرمان که وبسایتی نزدیک به خانواده آقای رفسنجانی است گفت که دولت در واکنش به مجلس اگر فکر می موازش درست است باید محکم بیستند با مردم حرف بزند اینها نماینده ملت هستند عجب دولت اینها را به عنوان نمایندگان ملت قبول دارد دولت باید ایستد و موازه و برنامه خودش را بگوید هم در مجلس و هم در بیرون مجلس این کار را بکند دو سال دیگر انتخابات مجلس است و آن زمان مردم درباره دو طرف قضاوت خواهند کرد در تهران آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در گفتگو با وبسایت انتخاب با بیان اینکه در دور زدن تحریما فساد زیادی رخ داد گفت بسیاری از فسادها هنوز علنی نشده است انتخاب نوشته که رفسنجانی با بیان اینکه از وضع اقتصادی کشور راضی نیست گفته که نمیتوان توقع زیادی از دولت داشت دولتی که قرار بود معجزه کنه به گفته او الان منابع دولت خیلی محدود است و دست دولت هم خالی است آقای رفسنجانی در اظهارات جداگانه دیگری هم گفته که تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد غیر قانونی بود او اشاره کرده که جریان احمدی نژاد جریانی برای نیل به اهداف جناهی خیش بود که مواردی از اساسنامه دانشگاه را کم و مواردی را اضافه کردند که اقدامی غیر حقوقی، غیر قانونی و غیر منطقی بود. نکته رو براتون بگم اون اوایل انقلاب هیچ کس فکر نمی کرد که آقای رفسنجانی و موسوی اردبیلی و خامنه ای و دیگران و دیگران اینا میان یه دانشگاه باز میکنن و بعد در هر بخش و شهر و استان و شهرک یه شعبه این دانشگاه باز میشه و میلیاردها میلیارد تومان در سال از مردم پول میگیره برای اینکه بچه‌هایی که نمیتونن به دانشگاه تهران یا دانشگاه های بزرگتر راه پیدا بکنن دانشگاه امیر کبیر دانشگاه شریف و دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی ملی سابق به هر حال یه جایی براشون هست از یک نظر خوب بود تحصیل دانشگاهی به دورترین نقاط ایران رفت اما نبود استاد و در بعضی از زمینه ها واقعا قیاب استاد به معنای واقعی باعث شد بعضی از رشته ها زیر سوال بره ولی در نهایت به نظر من این اقدام مثبتی بود انسان هم که در این ماجرا سود مالی بسیار بردن در این یک مورد باید گفت نوش جانشان چون حداقل هزاران هزار فرزند جوان ایران مجالی پیدا کردند تا تحصیلات دانشگاهی را دنبال کنند همینجا دلم میخواست ای کاش فرزندان هموطنان بهایی ما نیز به این دانشگاه ها راه داشتند حالا اونها حتی در خانه هم که درس دانشگاهی میخونن کلاساشون رو تعطیل میکنن خب یک کلام از پدر زن مربوطه بشنویم غلام علی حداد حد عادل ایشون از اح... عملکرد محمود احمدی نژاد و دولت او به عنوان عوامل اصلی شکست محافظ کاران تون رو در انتخابات سال 92 نام برد آن زمانی که ایشون جلوی احمدی نژاد دولا شد از یادمون نرفته ایشون نسبت به تکرار اینها در انتخابات آینده هشدار داد به گزارش دیگر بان یکی دیگر از همین دکان های خبری که در جمهوری اسلامی به جای مطبوعات به وفور گشوده شده است و هر کدام هزینه خود را از دفتری و دستکی و مرکزی میگیرند. آقای حدادادل در جمع گروهی از فعالان سیاسی در شیراز گفته رفتارهای احمدی نژاد هزینه های بسیاری به محافظ کاران تحمیل کرد وی از خانه نشینی ده روزه تصمیمات خلق و سائه پخش لوح فشرده در مجلس و عدم تمکین از قوانین به عنوان مهمترین اقدامات تأثیر گذار بر جریان محافظ کار نام برده است آقای حداد حد عادل که پدر همسر مشتبه خامنه است در شرایط این اظهارات را بیان کرد که در هشت سال دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بر قوه مجریه رهبر جمهوری اسلامی بالها از وی و عمل کردش دفاع مطلق کرد آقای خامنی همچنین بارها اعلام کرده بود نظر احمدی نژاد بیش از هر مقام دیگری در جمهوری اسلامی به وی نزدیک کرد آقای حداد عادل کم کمیش دست به سینه در برابر احمد بودن. آقای احمدی نژاد بود آقای میرحسین موسوی همچنان در هست دخترانشان به دیدار پدر و مادر در حبس خانگی گرفتن کلمه گزارش کرده که این دیدار همچون گذشته در ساختمان امن وزارت اطلاعات در جوار زندان خانگی میر حسین و بانو دکتر زهرا رهنورد برگزار شد کلمه نوشته این دیدار روز سهشنبه هفته جاری انجام شد و وضعیت جسمی موسوی و رهنورد به نسبت هفته های پیش بهتر گزارش شده این سایت نوشته که میرحسین موسوی در این دیدار جویای وضعیت جسمی مهدی کروبی شد و برای بهبود هرچه سریع تره به دعا کرد میدونید کروبی سه خواهرش رو در دوران هست از دست داد یه خواهرش که اخیرم بود بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی اعلام کرده که 173 نفر مبلغ 22970 میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار این در حالی است که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس پیش از این گفته بود بر اساس اسنادی که در این کمیسیون موجود است حدود سی نفر بیش از 80 درصد معوقات بانکی را در اختیار دارد با دیدن گزارشی که در این زمینه داریم شما را به پروردگار بزرگ می سپارم توجهتون رو به این گزارش و برنامه بعدیش بررسی مطبوعاتمون توجه توجه در حالی که بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی اعلام کرده است که 173 نفر مبلغ 22970 میلیارد تومان به شبکه ی بانکی بدهکارند، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید این ادعا صحت ندارد. به نوشته ی روزنامه قانون از میان این 173 تن که نام آنها ذکر نشده 61 نفر بدهی بالای 100 میلیارد تومان دارند. قانون میافزاید که بانک مرکزی در این اطلاعیه تعداد کسانی را که بیش از هزار میلیارد تومان به شبکه ی بانکی بدهکارند و تعدادشان بسیار اندک است اعلام نکرده است این گزارش در حالی منتشر شده است که سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اظهار کرد که اظهارات مسئولان بانک مرکزی صحت ندارد به گزارش خبرگزاری فارس مصطفی افزلیفرد گفت ادعای مسئولان بانک مرکزی در مورد بدهکاران عمده بانکی صحت ندارد و باید در این آمار تجدید نظر کنند. سخنگوی کمیسیون اصل نبد در خصوص 173 بدهکار بانکی اظهار کرد که بهتر بود بانک مرکزی واقعیت را می وی افزود: ما نمی در این موضوع به بحث و جدل و گفتگو بپردازیم. بلکه بحث ما بر سر این است که نباید اجازه دهیم از راهها و منفذ های مختلف ادهی بخواهند سوء استفاده کنند و به نظام اقتصادی ضربه وارد کنند. پیشتر هم سخنگوی کمیسیون اصل نبت گفته بود بر اساس اسنادی که در این کمیسیون موجود است حدود سی نفر که البته اسامی برخی از این افراد در رسانه ها مطرح شده بیش از 80 درصد موقعات بانکی را در اختیار دارند که باید تعیین تکلیف شود. افزری فرد افسود اگر 20 درصد از منابع و مصارفی که بانک ها در اختیار این افراد قرار دادند دریافت شود بخشی از مشکلات کشور مرتفع می شود وی گفته بود متاسفانه در گذشته با این بدهکاران بانکی برخورد جدی نشده و هنوز این افراد در پرداخت بدهی های خود سهل انگاری می کنند موفقات بانکی بدهکاران در دولت های مختلف محل بحث و جنجال بوده است احمدی نژاد پیشتر گفته بود که 300 نفر 60 درصد پول کشور را در جیب خود گذاشتند اما در دولت خود وی نیز بسیاری متهم شدند که با استفاده از رانت تیم دولت وام های کلان از بانک ها گرفته و آن را پس نمی دهند دو روز پیش نیز رئیس بانک مرکزی گفت بدهکاران بانکی نمی خواهند یا نمی توانند مطالبات بانکی را برگردانند رئیس کل بانک مرکزی افسوده بود که رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بدهی ها و تعهدات به تعویق افتاده از تنبیه به تسهیل تغییر کرده است و تقسیط مجدد پنج ساله امحال شش ماهی بدهی و بخشش وجه التزام تاخیر تعدین دین سه است که بانک مرکزی جایگزین برخورد قضایی با بدهکاران کرده است به گفته وی این رویکرد بر اساس آیننامه جدید دولت است که در هفته های اخیر به بانک ابلاغ شده است.